سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنار اون اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. بیژن پاکزاد، شناخته شده با نام تجاری بیژن، طراح لباس‌های تجملاتی و عطر اوت کلون، در 15 فروردین 1319 در تهران به دنیا آمد. بیژن در سال 1352 به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. او در خانواده‌ای ثروتمند که به قول خودش فرهنگ پولسازی و پولآفرینی در او نهادینه شده بود متولد شد. خانواده بیژن جهت تحصیل او را به مدرسه ثروتمندان سوئیسی یعنی لروسی فرستادند و او در اونجا با شاهزاده‌های بزرگ مثل پرنس ریتر همکلاسی شد. در حقیقت تعداد زیادی از مشتریان سالهای بعد بیژن در همان مدرسه سوئیسی شناسایی و شکار شدند. بیژن همانجا دریافت که سلیقه آدم‌های پولدار چگونه است و به چه شکلی میتوان نظر اونها را برای خرید و سفارش اجناس به سوی خودش جلب کنه. بیژن در سن 18 سالگی تصمیم گرفت به ادامه تحصیل در دانشگاه در رشته مهندسی شیمی بپردازه. او پس از پایان این دوره مهندسی به تحصیل در رشته طراحی لباس در دانشگاه میلز در شهر سنتگال در کشور ایتالیا پرداخت. او از همین زمان با روش طراحی رایحه عطر اوت کلون آشنا شد. کمی بعد تصمیم گرفت کسب و کارش را در سوئیس رونق بده، اما در همین زمان احساس کرد به مهارت بیشتری نیاز داره. او برای توسعه گالری خود به طراحی مد هم نیاز داشت، چرا که مشتریانش فقط طرفدار عطر اوت کلون گران قیمت نبودند. به همین خاطر راهی ایتالیا شد تا در رشته طراحی لباس تحصیل کند. در همین زمان یک گالری هم در اطراف شهر میلان راه اندازی کرد. او مدتی بعد به تهران بازگشت. در این شهر هم 3 گالری لباس، عطر، اوت کلون و اکسسوری راه اندازی کرد. یکی از این گالری ها پلنگ صورتی نام داشت که با استقبال زیادی روبرو شد. تحصیل در رشته بازاریابی آخرین حلقه زنجیره تحصیلات او بود. او سپس بوتیک دیگری به نام سیسل جی یا نیکولا بلازی گشود که اختصاصی ترین بوتیک تهران و محل خرید اعضای خانواده سلطنتی، دولت مردان و ثروتمندان ایرانی بود. بیژن در سال 52 و در سن 29 سالگی به آمریکا مهاجرت کرد و 3 سال بعد بوتیک مشهور خودش را افتتاح کرد. این بوتیک که در واقع یک کاخ به سبک مدیترانه است، کمی بعد گرانترین فروشگاه دنیا نام گرفت. بعد از مهاجرت او به آمریکا در سال 1973 بیژن ساکن لس آنجلس شد و در بلوار رودئو درایو در شهر بورلی هیلز یک بوتیک منحصر به فرد را با نام تجاری بیژن افتتاح کرد. بیژن در این فروشگاه که طراحی محصولات اون رو شخصا بر عهده داشت، عمدتاً لباس، عطر و اوت کلون به مشتریان سرشناس خود ارائه می‌کرد. تحصیلات او در کنار تجربه ارزشمندش از شناخت علایق و سبک زندگی ثروتمندان و همچنین خلاقیت منحصر به فردش منجر به تولید محصولات جذابی شد که به زودی شهرت او را دوچندان کرد. طراحی‌های منحصر به فرد بیژن نه تنها برایش جوایز متعددی به ارمغان آورد، بلکه بسیاری از مردان مشهور جهان را مشتری همیشگی او کرد. کسانی مثل باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، رونالد ریگان، سلطان ثروتمند برونئی، آرنولد شوارزنگر، ولادیمیر پوتین، تونی بلر، آنتونی هاپکینز، تام کروز و تعداد زیادی از ثروتمندان مشهور جهان بودند. مجله ونیتی فر در سال 1989 نام بیژن رو در لیست شیک‌پوش‌ترین های جهان خودش قرار داد. بیژن 2 بار ازدواج کرد. همسر اول او سیگی پاکزاد زنی سوئیسی آلمانی بود که در دهه 60 میلادی با هم آشنا شده بودند و این ازدواج 18 سال به طول انجامید. اونها صاحب یک دختر به نام دانیلا پاکزاد شدند که دانیلا اکنون یک طراح مطرح هست و راه پدر را ادامه میده. همسر دوم او زن ایرلندی ژاپنی و طراح دکوراسیون داخلی و همچنین یک مدل بود که در سال 86 میلادی ازدواج و در سال 95 طلاق گرفتند. بیژن و تریسی هم صاحب 2 فرزند به نامهای الکساندرا و نیکولا شدند. بخشی از زندگی نامه بیژن پاکزاد به ورود او به دنیای خودرو مربوط میشه. در واقع او فقط طراح مد و لباس و اکسسوری نبود، بلکه حتی در طراحی خودرو هم دستی داشت. بیژن در سال 2011 همکاری خودش رو با برند رولز رویز اعلام کرد و با این همکاری خودروی رولز رویز زرد رنگ رو طراحی کرد. گفته میشه این خودرو به حدی زیبا و چشم‌نواز بود که هر جوان آمریکایی آرزوی داشتنش رو میکرد. اما جالبه بدونید که چند سال پیش داستان عجیبی راجب بیژن و نانسی اجرم، خواننده سرشناس عربی، منتشر شد که باعث تعجب همگی شد.
در این اخبار منتشر شده داستان از این قرار بود که نانسی اجرم خواننده مشهور لبنانی متنی رو در وبسایت خودش قرار داده که باعث رنجش ایرانیان شده و این شایعه تا جایی ادامه پیدا میکنه که یک ایرانی ثروتمند بلیط‌های کنسرت نانسی رو در دبی خریداری میکنه و نانسی رو مجبور میکنه برای او و سگ‌هاش برنامه اجرا کنه. اما پس از کمی تحقیق مشخص شد که وبسایت رسمی نانسی اجرم توسط هکرها از دسترس خارج شده بود و در همان حال برای کاربران ایرانی این پیغام نمایش داده میشد که اگر از کشور کثیف ایران هستید اجازه ورود به سایت را ندارید. و این در حالی بود که نانسی اجرم در مصاحبه‌هایی که داشت بارها اعلام کرد که از این موضوع بی‌اطلاع بوده و از آن داشته که وبسایت رسمیش هک شده بوده. ولی این شایعه همچنان به روند خودش ادامه داد تا جایی که پای بیژن به عنوان یک ایرانی ثروتمند و وطن پرست به شایعه باز شد که بیژن تمامی بلیط‌های کنسرت نانسی رو که قرار بوده در دبی برگزار بشه رو خریده و نانسی اجرم مجبور شده تمام مدت کنسرت برای بیژن پاکزاد و سگ‌هایش برنامه اجرا کنه و این کار بیژن باعث تنفر بیشتر نانسی از ایرانیان شده. از این شایعه ها که بگذریم، نانسی اجرم با خواننده های ایرانی مقیم لس آنجلس مثل شهرام سلطی در سال 2006 به روی سن رفته و آهنگ هایی با زبان فارسی اجرا کرده و همچنین در شبکه های مجازی و وبسایتش سال نو ایرانی رو تبریک گفته که این خودش مهر باطلی بر این شایعات بوده. بیژن پاکزاد انسانی بسیار باهوش و فرصت شناس بود. او برای هر کسی که به سراغش میرفت یک عطر خاص با رایحه متفاوت تولید میکرد. عطرهای بیژن هم به دلیل رایحه شرقیشون و همچنین بسته‌بندی‌های متفاوتشون از شهرتی جهانی برخوردار هستند. بیژن عاشق غذاهای ایرانی بود. او به دلیل ثروت زیاد زندگی لوکس و متفاوتی داشت، اما همیشه اصالت و سادگی رو مد نظر قرار میداد. برخلاف ثروتمندان جهان هیچ وقت برای خودش بادیگارد استخدام نکرد و میگفت جایگاه من بین مردمه و نمیخوام از اونها جدا باشم. او در صنایع دیگر هم فعالیت داشت، صنایعی مثل اسلحه سازی و اتومبیل. او یک کلت کمری با قاب چرمی و مزین به طلای 24 عیار تولید کرده بود که پادشاه عربستان 6 عدد از اون رو خریداری کرد. همچنین تخت نردهایی از جنس سنگ مرمر اعلی به سلطان برونی فروخت. او همچنین یک خط تولید لباس ضد گلوله پس از ترور رونالد ریگان در سال 1981 راه اندازی کرد. یک فروشنده ادعا کرده بود که بیژن اولین طراح مد بود که لباس مقاوم در برابر گلوله رو ساخته بود. در سال 2010 هم او نسخه محدود کوپه رولز رویز رو با برچسب قیمت 1,000,000 دلار طراحی کرد. بیژن طراح با کیفیت و منحصر به فرد جهانی بود که هرگز برای به نمایش گذاشتن خلاقیت‌های خودش یک نمایش مد هم برگزار نکرد. فروشگاه نیویورک او حس کنجکاوی همه رو برانگیخت، از اونجا که هر کسی اجازه ورود به اون رو نداشت و خرید از فروشگاه فقط با تعیین وقت قبلی انجام می‌شد تا افراد بی‌سلیقه و دمدمی مزاج رو از خودش دور نگه داره. اهمیت به کیفیت اونقدر در تفکرات بیژن به عنوان اصل اساسی در نیازهای مشتریان مهم واقع شده بود که یکی از تبلیغات او چنین بود: یکی بود یکی نبود. در سرزمین دور جوانی زندگی میکرد که به کیفیت عشق میورزید. او پارچه های لباس های مشتریانش رو با دقت و وسواس زیادی انتخاب میکرد و اول خودش اونها رو امتحان میکرد و وقتی از همه ابعاد کیفیت اونها مطمئن میشد آنگاه برای مشتریانش اقدام میکرد. شاید با خودمون اول فکر کنیم که او در خانواده ثروتمند به دنیا اومد، پس شانس این رو داشت که به چنین موقعیتی دست پیدا کنه. اما در ایران هزاران نفر هستن که در شرایط بیژن پاکزاد بزرگ شدن اما هیچگاه به چنین موقعیتی نرسیدن. اونچه باعث موفقیت بیژن پاکزاد شد روحیه کارآفرینی و علاقه او برای به دست آوردن پول بود. بدون شک مشهور شدن و داشتن مشتریان بین المللی پاکزاد یکی از علتهای موفقیت در زندگی نامه بیژن پاکزاد بود، اما این موضوع ربطی به داشتن ثروت بسیار او نداشت. در واقع بیژن و خانواده او با درک درست از جایگاه اجتماعی خود و توانایی هاشون کوشش و موفقیت رو در کسب اونچه شایسته اون بودن شروع کردند و تونستند یکی یکی پله های موفقیت رو بپیمایند. اما در نهایت بیژن در روز 26 فروردین 1390 در محل کارش در فروشگاه بیژن در خیابان رودو درایو در بیورلی هیلز دچار سکته مغزی شد و درگذشت. مراسم بزرگداشت بیژن 2 هفته بعد از مرگش در دانشگاه کالیفرنیای لس آنجلس برگزار شد که در اون 700 مهمان اختصاصی از جمله هنرمندان ایرانی ساکن آمریکا و 1200 مهمان عادی حضور داشتند. در این مراسم پیام تسلیت برخی از افراد غیر حاضر از جمله فرح پهلوی قرائت شد.
جورج هربرت واکر بوش، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا هم پیامی به مناسبت درگذشت بیژن پاکزاد ارسال کرده بود که توسط نیکولاس پاکزاد پسر بیژن قرائت شد. آرنولد شوارزنگر در پیامی به مناسبت درگذشت بیژن پاکزاد گفت: راز بیژن در خلاقیت پشتکارش بود. او هیچ وقت آرام نمی گرفت. عطر، طراحی زینتی اتومبیل و فکرهای جدید در طراحی کت و شلوار مردانه فقط قسمتی از ظاهر کار بیژن بود. او روزی به من گفت: راز موفقیت در این است که تمام کشورهای دنیا را هدف قرار بدی و فقط به کشور خودت اکتفا نکنی. به این شکل تعداد خریدارها سر به فلک می‌زنه. و از طرفی کاری را ارائه بدی که بی زمان و برازنده صاحبان قدرت باشه. ستار، خواننده معروف ایرانی، هم در مراسم ترحیم پاکزاد ترانه الهه ناز رو با پیانوی منوچهر چشم‌آذر خواند و گفت این آهنگ مورد علاقه او بود و با اینکه خیلی کم ترانه های ایرانی گوش میداد اما عشق عجیبی به ایران داشت. او یک بار از من خواست که به طرحی که برای تودوزی ماشین رولز رویس داده نگاه کنم. او به من گفت: ببین چطور نقش بوتجقه رو در کنار پنجره‌های ماشین گذاشتم که یک حس ایرانی بهش بدم. بیژن بیش از 40,000 مشتری ثابت داشت که اکثر اونها ثروتمندان جهانی و سلبریتی ها و دوستان و مشتریان چند دهه اخیرش بودن. خالص ثروت شخصی او حدود 50 میلیون دلار تخمین زده میشه. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو در قسمت کامنت برای ما بنویسید. یادتون نره که اگه هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.